نام خداوند بزرگ و مهربان سلام تقدیم میکنیم بر هموطنان عزیزی که امی لحظه بیننده برنامه هستن. ارزومند هستم خوب و صحتمند باشین و باز هم خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگر ما در نخست. خداوند روح تمام شهدای راه آزادی، راه علم و دانش را ببخشه و روحشان را شاد داشته باشه و بازماندگانشان صبر جمیل بده. فاطمه جانم همینجا همراه ما هست و قرار نیست که همه چیزم براتون توضیح بده. فاطمه جانم گفتن خدا داره. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، هموطنان خوبم سلام، امیدوارم که جور و صحتمند باشین. و این برنامه ما به مناسبت ازی است که یک حادثه دلخراشی که در کابل رخ داد و جوانای زیاد خود ما از دست دادیم، خداوند همگیشان هم ببخشد، بر خانواده هایشان صبر جمیل بده و بر زخمی های این حادثه هر چی زودتر شفای عاجل خواهان هستیم. ما امروز قرار است به خیر یک خیرات داشته باشیم در حقشان و خداوند قبول بکند. تشکر میکنم از همکار خوب ما که واسطه شدن تا ما بتونیم این برنامه را ثبت داشته باشیم و مقدار پول را که برای چینل افغان انسایدر روان کردن، چون اونا بیرون از افغانستان هستن، خواستن کمک هایشان ما برای هموطنان خود برسانیم. براتان مرسل جان دیباره معلومات میده، ولی شما ما را تا پایین برنامه همراهی بکنین، ببینین که چی غذای میتونیم که امروز آماده بکنیم و ما و مرسل جان چقدر میتونیم که استاد همکاری بکنیم. قسمی که فاطمه جان گفت تشکر میکنیم از همکار خوب ما که حتما شما با اونا آشنایی دارین، از علیسا جان که پول روان کردن، که چی مقدار پول روان کردن انشالله در جریان برنامه خود براتون گفتیم با حسابی و همه چیز. ولی امروز قرار است که ما در برنامه قابلی ازبکی پخته بکنیم، چپس و همچنان سبزی پالک و این همه موادی که آماده میشه، این همه خوراکیایی که آماده میشه، همگیش به خیر ما پارسل میکنیم و بر روی شهدای ما ختم خیرات میکنیم، بر هموطنان ما که در روی جاده ها هستن، در روی سرک ها هستن، باز اونا توزیع میکنیم. ان شاء الله در جریان برنامه مقدار پول برتان خود گفتیم. پدر جان امروز ما هستن، یکی از آشپزای بسیار خوب که امروز در برنامه خوشبختن و با ما هستن و آشپزی میکنن، ما هم امروزشان همکاری میکنیم، امروز اونام صحبت میکنیم کدام چقدر کار پیش رفته. باز ان شاء الله بخیر هستیم. پدر جان سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. صحتتون خوب است؟ بخیر باشه. تشکر. میشه که معرفی خدا بکنین برای دوستای عزیز؟ من امی آشپز هستم دیگه، واسه هم پخت و پس مربوط ما دیگه اومدیم اینجا به خاطر خیرات هم یه چیز میکنن، گفتن اومدیم کی درست کنیم. چقدر حس خود میداشته باشین وقتی که مثلا بر خیرات میین و کارش انجام میدین؟ خب کار خیر از بیا ما تنها ما که جان شیر نشانه خدا از دست داده و شما هم کمک ما می نامیم سم گرفتیم دیجا که ما هم در ثواب بازی شریک شاییم. انشالله که شما هم در ثواب این خیرات شامل باشید. خدا هم به درگاه قبول کنه. ولی ما یک موضوع رو می خواهیم اینجا بگویم که استاد ما آشپزی که دیدم آشپزیش فرق می کنه با آشپزی که ما تجربه برنامه های خیرات داریم که در ماه مبارک رمضان ما خیرات داشتیم. ولی من همیشه دیده بودم وقتی برنج پخته میکردن هیچ وقت از بنجرمی استفاده نمیکردن. امروز دیدم شما بنجرمی استفاده کردید. یک ذره مزهش بیشتر میسازد. حتما دیگه در کل آشپزی هر کس با یک دیگه تفاوت داره. همین سمت شمال که تو میگم شاشه قابلیت در مجموع کل شاید دیده باشید. برین یک برنج هم با چند رقم پخته میشه. دیدید با چند رقم پخته میشه. یک برنج در ده رقم هم در دوازده رقم پخته میشه. ولی طعمش مهمه. تامش میاد کمیش تغییرات داد. این یک لذت و کیفیت شما مزیش بیشتر. سلامت باشین. انشالله بخیر. همه همکارای ما همکاری میکنیم که بخیر زودتر دیگ آماده شود تا ما هم بسته‌بندی داشته باشیم و بریم طرف هموطنهای ما که توضیح می داشته باشیم. استاد میتونیم ما رو بگوییم، ما میتونیم کمکت بکنیم، کم کم آشپزی بلد هستیم. سلامت باشین. چپ سرگه بکنین آن پختن سبزی که یک ذره راحت تر است شما درست کنیم. من درست است. همین هر کاری که شما بگوین ما انجام میدیم. خب دوستان عزیز، شما در ادامه برنامه با ما همراه باشین و بازم تشکر از هموطنان عزیزی که در برنامه های قبلی بر ما کمک روان کردن و همچنان از همکار بسیار خوب ما که در این برنامه کمک شدن و ما هم تونستیم در ثواب شریک باشیم و بر هموطنان خود حداقل یک کار بسیار کوچک انجام داده باشیم. چون علیسا جان خودش در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، اگر خودش اینجا می بود شاید کمک ها را خودش انجام میداد، ولی ما هم تونستیم که واسطه باشیم تا بتونیم کمک هایش بر هموطنان ما برسانیم، به خاطر که ما فعلا در افغان انسایدر هم هستیم، در افغانستان هم هستیم. شما ما را همراهی بکنیم، میریم طرف این که استاد باید همکاری بکنیم. امید من فکر میکنم که کار راحت تر یا کاری که ما میتونیم انجام بدیم این است که بریم طرف کچولو، کچولو رو پوز بکنیم و چپ زور بکنیم. خیلی خوبه. پخته کردن هم تجربه داریم، ولی یکمه که شستنش جنجالی است، شاید دو نفر یا سه نفر بشوید. خب درست پاکتر شد که گل دیده پایین میشنم
اون سوش یک دوش یک دو باز هم این داخلی ها بشه از اوی می کشیم به این مندازه ما می برم در سر دگان می برم امی چپس ها بانین بر ما چپس ها ما جور می کنیم چپس ها شما جور کد پار سلاس هست؟ گرش هست هست بخیر باشین تشکر بخیر باشین بخیر باشین یک هزار اینم تو دو هزار سه هزار چهار هزار پنج شش هفت هشت هشت هزار و دوصد یک، دو، سه، چهار، پنج، شش امروز در کنار از یک روز بسیار دشوار خواهد بود برای همگی ما فاطمه جان بخصوص بر من خود همکارای ما ولی در اول روز وقتی ما آمدیم طرف دفتر شاید یک حادثه بسیار بد بودیم که یکی از مرکزهای تجارتی که در کوته سنگی است امروز در گرفت آتش گرفت و بعد از او با آپارتمان پالی خود سوختند که واقعا همگی ما جگر خون شدیم و تا فعلا هم من فکر ما اون طرف است که بالاخره چی شد اما خاموش شد نشد چون واقعا آدم جگر خون میشه یک نفر سرمایه گذاری میکنه پول خرج میکنه دکان میسازه دفعتن تمام سرمایه‌اش در یک لحظه از بین میره به هم زیاد جگر خون شدیم با حادثاتی که یا واقعی رخ میده واقعا روحی آدم ضعیف میشه من فعلا در فکر این بودم که آیا مو آپارتمان مو آتشش خاموش شد نشد چقدر مردم خدای نخواسته سوختن چقدر مردم شهید شدن چقدر مردم زخمی شدن چقدر مالایشان خراب شد به همین خاطر فکرهای ما زیاد مرمز قسمی که ما مرسل جانم گفتیم این روزای آخر یا این هفته آخر متاسفانه هفته خوب نبود برای همه هموطنهای ما حادثه های بد رخ داده بعضی جایا مثلا انتحار یا انفجار شده یا همین حادثه که در کورس آموزشی رخ داده بود واقعا روحی همه گیر ضعیف ساخته ولی در حق همه هموطنهای ما دعا میکنیم که بخیر دیگه روزای بد تمام شود و روزای خوب هم در زندگی خود تجربه بکنن به خاطر که خصوصا این جوانای ما که در یاد از بین رفتن و جانای شیرین خود از دست دادن واقعا قابل تاسف است به خاطر که همیشه گفته شده نیروی یک جامعه جوانایش است که او جوانا باید با سواد با
باشند و تلاش بیشتر برای آبادی وطن خود بکنند، که واقعا دختر خانمایی که یادت شهید شدند همگی ما به خاطرشان جگرخون هستیم، چون اونا با همه شرایط دشواری که در افغانستان وجود داشت باز هم امید داشتند که باید درس بخوانند و بتونند که زندگی خودم جور بسازن و برای کشور خودم همچنان کمک بکنن، که متاسفانه از بین رفتن. ولی دیگه گفتنی نداریم، فقط این که باید از این حادثات جلوگیری شود در آینده ها و جوانای خود ما از دست ندیم، در کل هم هموطنای خود و بخصوص جوانای خود، به خاطر که همگیشان با یک عالم آرزوها دفن شدن. چپس آماده شد، البته پخته نشده هنوز، فقط کچوری رو پوست کردیم و چپس آماده ساختیم. دیگه فیلن باید کشمش رو پاک بکنیم، در کنار کشمش باید خلال زردک رو بشویم، کشمش رو بشویم، یک چند قدعه بانیم که مو میکروبش برای فاطمه جان مثلا کشمش تر چی میکنی؟ مثلا دواب میمونی که میکروبش برای باز نمک میزنی؟ آه من همیشه نمک میزنی. مطال نمک نزدیم؟ یکی دو گرم باید شوشته شد، بخاطر که امو خاک و گرده که باید نشست او را از باید میبره و دیگه نمک. خب کشمش پاکده نیکمه که کار جنجالی است، بخاطر که از پیش آدم باید نمونه کدام چیزه؟ چون یکان سنگ و یک پام میداشته باشه یادم. بله، کارهای ما را باید کمک به صورت انجام بدیم، بخاطر که وقت کمتر داریم و هر چیز زودتر بسته‌بندی بکنیم، بخاطر که معمولا تجربه‌ای که ما در روزهای ماه مبارک رمضان داشتیم که یک بودی برنج برای 150، 130 یا 140 نفر بستگی به خود برنج داره، بخاطر که هر چقدر برنج خودش میگن چی داشته باشه؟ وای داشته باشه، اما خدر زیادتر میشه. دیگه این برنج باش استاد پخته بکنه ببینیم که چی رقم است، و معمولا برنج های دم پخته کمک زیاد میشه کم میشه، بخاطر که او قدر زیاد چی نمیداشته باشه، وای نمیداشته باشه، ولی برنج صاف که میکردن اینه می یادم رفته که برنج صاف زیاد میشه دیگه. برنج به نظر من برنج صافی میکنه نه او کم میشه، ما میگم که کم میشه چون جور جاده میشه و مونشایستش از بین میره. دیگه این برنج نمیفهمم، ولی استاد طریقی که امروز غذا رو پخته میکنه شاید مزه‌دارتر باشه، بخاطر که بانجان رومی انداخته چی؟ در قابلی معمولا در قابلی ازبکی کسایی که تجربه زیاد داشته باشن حتما از بانجان رومی استفاده میکنن، ولی بعضی ها به این باور هستن که وقت بانجان رومی مندازن باز برنج حالت چسبندگی رو به خود میگیره، تو دانه دانه نمیشه. امروز ببینیم که استاد خانم خدا تجربه زیاد داره آشپزی که چه قسمت است مزیش، به خاطر که هر آشپز آشپزیش فرق میکنه و تمام فرق میداشته باشه. دیگه ما هم بخیر هر چی زودتر باید کمک بکنیم که غذا زودتر آماده شود و بر هموطنان ما که در بیرون سرک کار میکنن شاید روزا تا دیگر نان نخورن، شاید بعض روزها ما همیشه متوجه شدیم که فقط با یک نان خشک چاشتشان سپری میکنن. دیگه به مو خاطر ما میخواییم به هموطنان ما که نیازمند هستن در بیای جاده ها و سرک ها کار میکنن برشان هر چی زودتر نان چاشت امروز فوق‌العاده برسانیم. کم کم کارای استادم دیگه شاید تمام شوه، به خاطر که گوشت مانده که نرم شوه، وقتی نرم شد دیگه برنج اضافه میکنم، بعدش هم امی سبزی و چپس تا یک روغن پخته میکنه، در روغن چپس تا دیگه فکر میکنم به خاطر که الان سبزی رو که در جوش مانده بود در جوش کشیدی بگی خیلی یا چند او دیگه میگم در خود چی دو صاف اگر سرش بندازیم شاید پاک شوه. کار
کارای ما دیگه کم کم تمام میشه بخیر، به خاطر که دیگه وقت بدن مون منتظر میمونیم یک ساعت یا نیم ساعت وقت دم خورد دیگه، باز بعد از او بسته‌بندی رو شروع میکنیم. ولی همکارای ما از خریداری مواد که برای امروز ضرورت بود تصویر گرفتن، ما و مرسل جان نتونستیم، به خاطر که شما هم میفهمین جاهایی که مثلا مارکت های بزرگ خوراک فروشی باشد شرایط ایجاب نمیکند که کمره اونجا ریکارد شود و ما و مرسل جان به خاطر خریداری بریم، ولی همکارای ما از اونجا تصویر گرفتن که شما در جریان برنامه حتما دیدین. باز بعدشون بخیر، مصارف امروز هم مرسل جان برتان توضیح میده که چقدر پول در مصرف شد بر برنامه امروز و تا آخر ما رو بیننده باشین، پولو که باقی میمونه را ما میریم برای فامیلایی که در حادثه برچی اجزای خود از دست دادن بهشون کمک میکنیم. بله دقیقا نمیتونم فعلا بگم چقدر مصرف شد چون موبایلم پیش نیست، دو نوت کردیم اما مصارفه، ولی پولی که روان شده از طرف همکار مالی ساجان 100,000 افغانی است. از این مقدار پول ما یک مقدار بسیار کمشه مواد خوراکی گرفتیم به خاطر آشپزی امروز، همچنان پارسل و کرای تاکسی و این مواد کرای گپای که گرفتیم همه مصرف شده که انشالله در جریان برنامه حتما لیست مواد برتان میخوانیم چی مقدار مصرف شده چی مقدار دیگه باقی مانده که اون مقدار ظرف شده بر فامیلا که شهید دادن و شهیددار هستن و فاتحه‌دار هستن و از اونها پول کمک شوه. ولی بازم تشکر میکنم از علی ساجان، همکار بسیار خوب ما که خودشان نبودن ولی از راه بسیار دور در فکر هموطنانشان بودن و پول روان کردن کمک کردن، ما هم پولش به ایزایی که نیازمندی پول هستن میرسانیم. بازم تشکر میکنم دوست عزیزی که تا فعلا ما رو در برنامه همراهی کردین، دیگه یک مقدار کار زیاد مونده که آشپز باید همش تمام بکنه و پارسل و بسته‌بندی که مطمئناً مربوط ما و فاطمه جان میشه که انشالله باز او را هم تکمیل میکنیم. شما هم در ادامه برنامه با ما باشید. منتظر همی بودیم که گوشت بخیر نرم شود و استادم برنج اضافه بکنه، فکر میکنم دیگه گوشت شده باشه استاد. نه یک چند دقیقه دیگه مانده کمی ناخونگیر شود و بعدش کشمش و یاش خلالش اضافه میکنیم و بعد خلالش کشمش هم ندادیم و بعد کشمش هم خلال از سرخ نمیکنیم سر میگیم نه خلال چی نمیشه خود از اینکه نرش و سر روغن آمد با میمانیم سر روغن ده همه چیزش کم میشه باز درویشی چی رو مندازیم خلال هم مندازیم باز یک چند دقیقه خلال هم میمانیم خود چیز بعدش کشمش هم مندازیم داخلش این برنج هم مندازیم بعد برین مساله جات شما دادیم واسه اینا بهش اضافه میکنیم میمونیم بجوشه و چه شب درست همون قسمی که گفتم ترقی پخته کردن هر آشپز فرق میکنه، فکر میکنم با استادم در موبایلش زنگ اومده باید جواب بده، ولی گفتن که گوشت یک چند دقیقه وقت کار داره ای که نرم شه و باز بعدش دیگه خلال اضافه بکنه. بله کارا هم دیگه کم کم بخیر تمام است، گوشت نرم شده، فکر میکنم بعد از 2 ساعت یا 3 ساعت یعنی استاد ما خبر وقت طول کشید خلال زرده که اضافه کردیم کمی چیز در بالش براد کمی اندازیم که در خاطر خلال یک ذر جلایش بکشم مانا مایده شد بعدش کشمش هم اندازیم میاریم برینج هم اندازیم مساله دار شد او اندازیم فقط وقتی کم مانده سبزی دیگه آماده شد؟ سبزی هم چیپس هم آماده؟ چیپس همین چیپس برای هست سبزی رو جایی دیم بخاطر اینکه دیگه دیگه کلان هست خب اونو گفتم دیگه خورد نکه او که سبزی و که دیگه آماده خاطر دیگه گفتم این رو دو بنده شعله آتیش هم بسیار زیاد هست هوا هم گرم است خداوند درجه شبرتان بته که زحمت میکشین و بازم تشکر میکنم از همکار خوب ما آلیسا جان که پول برنامه امروز برای دفتر روان کرده بودن که ما توانستیم که یک خیرات داشته باشیم در حق همه شهدایی که در حادثه های آخر جانهای خود از دست دادن و من فکر میکنم که هر بار تجربه که کردیم یک بوجی برنج شاید 160 که 170 نفر امروز بتونه نان بده. بله 100% و در کنار از دوست عزیز امروز ما دو برنامه داریم، یکی برنامه آشپزی و همچنان خیرات این همه غذای که آماده میشه و یکی هم برنامه توزیع پول نقد بر فامیلای شهدا است که ما و فاطمه جان دیگه به خیر همون طرف میریم، بقیه کارها را همکار عزیز ما مثل پارسل کردن و توزیع کردن بر مردم را همکاران ما پیش میبرن و همون خاطر فعلا لیستش که چقدر مواد مصرف شده چقدر پول مصرف شده برتان میگیم و پول باقی مانده اش ضبط میشه بر تمام فامیلایی که قرار است ما و فاطمه جان بریم و برشان کمک
میکنیم، من بی‌صبرانه منتظر هستم. ما به خاطر نتونستیم برنامه را تا آخرش ادامه بدیم چون وقت کمتر داریم، باید امروز بریم عمو برنامه را که آلا فامیلا منتظر هستند که ما باید امرایشان کمک داشته باشیم، زیاد منتظر نمانند. به او خاطر ما میخوایم که شاید استاد چقدر وقت دیگه پول بکشه برنج شما بدن بونیم. نهایت یک ساعت که من داختم نیست. خب شاید یک ساعت از پخته شدنش طول بکشه و یک ساعت دیگه هم بسته‌بندی تا توزیع ناوقت‌تر میشه. به او خاطر که همکارای ما حتما تصاویر می‌داشته باشن از بسته‌بندی و از توزیع غذا، ولی ما و مرسل جان باید طرف برنامه بعدی بریم. بله ما پیشرم گفتم بر فاطمه جان، ما بی‌صبرانه منتظر همی هستیم که بخیر ما خودت بریم و از فامیلای عزیز دیدن بکنیم. شاید نتونیم با این کمک ما هم دخترشون و پسرشون رو برشان پس دوباره بر بگردانیم، ولی اندک کمک میتونیم برشان بتیم. هم به همکاری همکار بسیار خوب مالیسا جان که امروز یک لغ افغانی پول ران کردن و ما این پول را تونستیم به دو برنامه تقسیم بکنیم و برای اعضای ما برسانیم. ما میخوایم لیست مواد خوراکی که مصرف شده برتون بخونم و چی مقدار پول مصرف شده، باقی مونده شه بخیر برای فامیل ما توزیع میکنیم. خب از نخوش شروع میکنیم. چند بسته آب گرفتیم که 750 افغانی شد، 5 بسته. 130 پارسال گرفتیم که 390 افغانی میشه، 2 بوتل روغن کلان که 1400 افغانی میشه، کشمش نیم سیر 400 افغانی، نمک 1 بسته 50 افغانی، روب 1 دانه کلان 150 افغانی، کچالو 2 سیر 360 افغانی، پیاز نیم سیر 100 افغانی، بانجان رومی نیم سیر 180 افغانی، مرچ تازه 200 گرم 20 افغانی، سیر نیم کیلو 60 افغانی، خلال زردک نیم سیر 100 افغانی، پالک دو نیم سیر 350 افغانی، گندنه نیم سیر 150 افغانی، سیب 4 سیر 520 افغانی، 200 افغانی پول زرنج که تمام همی مواد را تمام همی دیگه را آوردن به اینجا. دیگه گاز 20 کیلو 1320 افغانی، برنج 3350 افغانی، گوشت گوساله فی کیلو 430 افغانی بود که ما 19 کیلو گرفتیم 8170 افغانی. کرای تاکسی که این مواد خوراکی را ما انتقال دادیم آوردیم 150 افغانی. نان خشک 300 افغانی که 30 دانه نان خشک میشه. پول ظروف کرایی 2100 افغانی، 250 افغانی پول آشپز و پول پدرجان که امروز زحمت زیاد کردن در برنامه که مجموع پول میشه 22980 افغانی که این مقدار پول مصرف شده. مقدار باقی مانده که میمونه او را با فاطمه جان بخیر برای فامیلایی که نیاز به کمک دارن توزیع میده. آها دقیقاً نمیفهمم که شاید نهایتا 10 فامیل یا 9 فامیل ما کمک بکنیم با پول باقی مانده، ولی شما تا پایان برنامه همکارای ما هم همراهی بکنید به خاطر که بسته‌بندی غذا باقی مانده، در حال توزیع هم همراهیشون بکنید. این برنامه را ما و مرسل جان در اینجا به پایان میرسونیم به خاطر که میریم طرف برنامه بعدی، ولی همیشه بیننده برنامه‌های ما باشین و بازم تشکر میکنم از همکارای خوبم که امروز زحمت کشیدن و همکار خوب ما علیسا جان که بودجه این برنامه را برای ما روان کرده بودن. خدافیزی بگیریم باید؟ بله ما خودت خدافیزی میگیریم. بقیه برنامه را دوستا با همکاران ما ببینن که اونا پارسال میکنن و بر هموطنان ما که نیازمند هستن نان توزیع میکنن. دیگه خدا اون اجر به همگیشان بده. ما دیگه بخیر خدافیزی میکنیم. از ما و شما خدا نگهدار. ان شاء الله در برنامه بعدی ما را همراهی بکنید. بیننده همیشگی چینل افغان انسایدر باشین. وقتتون بخیر. خداوند نگهدارتون. خاطر از سماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره بی دوام کنی مسلم و مرحلتنی بی صالحین اللهم ربنا آتنا حسنا و اتم قبول عاقبتا ثم قنا عذاب النار.